قال رسول الله قول الحق ولو علی انفسکم، سخن راست بگویید حتی اگر به زیان شما باشد. امیر حسین هستم، شیعه هدایت یافته از بلژیک. ضمن عرض سلام و ارادت خدمت استاد عزیز جناب آقای انصاری و استاد سلیمانی و استاد ماجد عباسی و بقیه همکاران در پشت صحنه تلویزیون و جناب احمد آقای عزیز و همچنین عرض سلام به کلیه بینندگان به سال حق و شیعیان هدایت یافته موحدین، میخواستم مطلبی در مورد برنامه اصفهانی عرض کنم. جناب آقای ابراهیم از اصفهان که چندی قبل در برنامه جناب آقای انصاری استاد عزیز و گرامی من تماس گرفته اید و میخواستید در مورد مسواک زدن پیامبر در آخرین لحظات عمر ایشان شبهه‌ای وارد کنید و سپس در مقام دفاع از مشرک دروغگو ابوالقاسمی برآمدید، بدانید که موحدین هوشیار هستند و منافقان را به قول و قوه الهی رسوا میکنند تا بقیه بینندگان شبکه نیز آنها را بشناسند. شما در برنامه استاد عزیز ماجد عباسی خود را رضایی معرفی کردید. شما همان کسی هستید که مرتبا با اللهیاری، همان شیطانیاری شبکه اهل بیت تماس گرفته و ایشان از شما تعریف کرده و شما هم از ایشان و اللهیاری را یکی از سربازان حقیقی و راستین امام زمان میدانید که در رکاب امام زمان خیالی و موهومتان شمشیر میزند و دشمنان اهل بیت رحم الله را گردن میزند. هم به شما میگویم هم بقیه افرادی که در پشت محبت اهل بیت خود را پنهان کرده و منافقانه عمل میکنید. مسلمان مؤمن موحد از نفاق و دورویی بیزار است و به فرمایش پیامبر خود عمل میکند که سخن راست بگویید حتی اگر به زیان شما باشد. خواهش میکنم آقای ابراهیم یا آقای رضایی دست از نفاق بردارید که موحدین شما ها را رسوا میکنند، همانطور که آخوندهای مشرک را رسوا میکنند. و بقیه مردم ایران هم عرض میکنم که اگر ندانسته اعمال شرکامیز انجام میدهید، توصیه میکنم که قرآن را فقط از رو نخوانید که بگویید ثواب دارد، بلکه ترجمه صحیح آن را هم با دقت مطالعه کنید که ثواب بیشتری دارد، که باعث می شود عمل شرکامیز که انجام ندهید. و آن دست از شیعیان که عمدن اعمال شرکامیز انجام می دهند، مانند قبر پرستی و امامزاده پرستی و رشوه دادن به قبور به اسم نذر و حاجت خواستن از مردگان و آنها را یا در کنار خداوند قرار داده یا بالاتر از خداوند و صفتهای خداوند را به بندگان صالح می دهید، باز هم چشمان خود را بسته و گوشهای خود را گرفته و بگویید ما مسلمان هستیم و ما امامان را نمی پرستیم، بلکه چون بندگان گناهکاری هستیم آنها را واسطه قرار می دهیم که حاجات ما را به خدا برسانند. خداوند فرموده است که آنها صدای شما را نمی شنوند و اگر هم بشنوند پاسخ شما را نمی دهند و در روز قیامت از شرک شما بیزارند. پس تا فرصت از دست نرفته به قرآن و توحید برگردید که خالق کل کائنات الله هست و بس و شریک و مانندی ندارد. دین خود را از آخوند نگیرید که به جهنم می روید، بلکه دین خود را از قرآن کتاب خدا و سنت رسول الله بگیرید که باعث رستگاری می گردد. اگر تا به حال نمی دانستید، حال با بودن شبکه های توحیدی حجت بر شما تمام شده. پس به این گفته پیامبر عمل کنید. قال رسول الله قولوا لا اله الا الله تفلحوا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از برادر عزیز و بزرگوارمون آقای امیر حسین از بلژیک. انسان ذکی، انسان دانشمند، انسان هوشیار کسی است که قبل از اینکه به پای میز محاکمه کشیده بشه و در اون روز یوم لا ینفع مال ولا بنون، در اون روز هیچ چیز به درد انسان نمیخوره، نه مناسب، نه پول، نه دارایی، نه فرزندان، هیچ کس. در اون روز الله سبحانه و تعالی انسان رو محاکمه میکنه، حساب میکنه. در اون روز بازگشت همه ما به سوی الله سبحانه و تعالی خواهد بود. در اون روز الله سبحانه و تعالی تک تک ما رو بر حسب اعمالی که انجام داده ایم، چه اعمال
صغیره باشه چه اعمال کبیره باشه، الله سبحانه و تعالی همه ما رو در اونجا محاسبه میکنه و اون کردارهایی که در دنیا انجام دادیم رو الله سبحانه و تعالی تک تک از ما به اندازه مثقال ذره‌ای هم باشه محاسبه میکنه. در آخر سوره غاشیه الله سبحانه و تعالی میفرماید که ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، بازگشتشون به سوی ما هست و حساب و کتابشون هم به دوش ما هست. در حالی که شیعیان در زیارت جامع کبیر اگر خونده باشید در آخرش میگن که ایاب خلق الیکم و حسابهم علیکم و فصل الخطاب عندکم، به ائمه میگن، به علی و اولاد علی رضی الله عنهم اجمعین میگن که برگشت انسان ها به سوی شماست، حساب و کتابشون هم دست شماست. در روز قیامت شما داد بزنید که یا لیتنی کنت ترابا، ای خدا منو برگردون که اعمال صالح انجام بدم، ای خدا من اشتباه کردم. نه، اون روزا این داد و فریاد اینا به درد کسی نمیخوره دیگه، نامه اعمال بسته شده، راه برگشتی وجود نداره. پس امروز که خودتون رو محاسبه میکنید، فردا روز قیامت حساب و کتاب برای شما آسان تر میشه. در اون روز هیچ چیز پنهانی که دارید از الله سبحانه و تعالی پنهان نخواهد بود. اون کرام الکاتبینی که لحظه لحظه ثانیه ثانیه زندگی ما رو ثبت کردن، حرفایی که زدیم، جاهایی که رفتیم، آنچه در دل خودمون در موردش اندیشیدیم، فکر کردیم، برنامه ریزی کردیم، انجام دادیم، همه اینا رو اونا نوشتن. شما امروز در دنیا شاید بتونید که اعمال و کردارتون رو از مردم پنهان بکنید، ظاهرتون چیز دیگر است، باطنتون چیز دیگری است، اما در پیشگاه الله سبحانه و تعالی هیچ چیزی رو نمیشه پنهان کرد. ظاهر و باطن شما همش نوشته شده، نامه اعمالتان در پیشگاه الله سبحانه و تعالی در اونجا تقدیم میشه و وای به حال کسی که در اون روز نامه اعمالش به دست چپش داده بشه و خوشا به حال کسی که نامه اعمالش به دست راستش داده میشه و الله سبحانه و تعالی جنت رو نصیبش میکنه.